الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله، الله ولا اله الا الله، الله يا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله ثم و والسلام علی رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمن السلام علیکم و رحمت الله بارزوی سعادت و توفیق و خوشبختی برای یکایک شما عزیزان ادامه بحث اصالت وجود رو خدمت شما تقدیم میکنم همان گونه که استعزار دارید در درس 26 رو مقدمه این بحث مطرح شود در خود این مقدمه چند نکته وجود دارد یکی تاریخچه اون هست یکی توضیح واژگانی که در این بحث کاربرد داره و دیگری هم توضیح محل نزاع هست که این مباحث رو مطرح کردیم و نکته پایانی این درس درباره فایده این بحث است که بالاخره آیا این بحث فایده ای دارد کارایی دارد یا نه یک بحثی کاملا تفننی هست بحثی هست که مثلا برای اینکه یک نظریه ای رو کسی مطرح بکند خب نه مرحوم استاد مصباح میفرماید که این بحث دارای فوایدی فراوانی هست و این گونه نیست که اگر ما قائل به اصالت وجود بشویم یا قائل به اصالت ماهیت بشویم فرقی نکند نه به هر کدام از این دو تا نظریه ملتزم بشویم لوازم و آثار و پیامدهای خاص خودش را دارد و حالا به کدام یک از این دو نظریه ما ملتزم بشویم و بپذیریم که کارایی بیشتری داشته باشد خب طبیعتاً بعد از صدر المتعلهین کسانی که پیرو حکمت متعالیه هستند خب اینا اصالت وجودی هستند و بر اساس اصالت وجود خب نظریه ای رو که میپذیرن مسائلی رو بر اساس اون حل میکنه و طبیعتاً جناب مرحوم استاد مصباح هم بر همین اساس بیان میکند که این نظریه اصالت وجود خب حلال خیلی از مشکلات هست و به خاطر همین کارایی و فایده اون هست که ما میپذیریم این نظریه رو و از اون طرف اصالت ماهیت خب اون کارایی رو که اصالت وجود داره نداره و برای بسیار از مسائل فلسفی اصالت وجود راهی داره و طرحی داره در حالی که اصالت ماهیت در اون مسائل حرفی برای گفتن ندارد و چه بسا نسبت به اون مسائل حتی به بنبست بست برسد و در نتیجه همون گونه که در مسائل قبلی هم مطرح شد وقتی ما درباره نحوه پیدایش مفاهیم ماهوی بحث کردیم که حکمای مشا چگونه به مفهوم ماهوی پی می بردن خب بیان شد که اونها با نگاه به چند تا مصداق عینی در خارج بعد می آمدن عوارز مشخصه را کنار می یک مفهوم کلی به نام حقیقت مشترک را برای اون در نظر می گرفتن و همون را به عنوان یک مفهوم ماهوی بیان می کردن. خب بعدم بیان می کردن که حالا ما بخواهیم این مفهوم ماهوی را که یک مفهوم کلی هست و قابل صدق بر افراد متعدد هست چگونه مشخص بکنیم چگونه این رو بیاریم جزئی کنیم که بر بیش از یک مصداق قابل حمل نباشد خب اونا بیان میکردند که ما با افزایش عوارض میتوانیم این رو مشخص کنیم که بر اساس این اصالت ماهیتی حالا ما بیاییم بگیم که هر مفهوم ماهیت دارای واقعیت عینی هست و بعد برای تشخص خودش باز هم میرفتیم به سراغ عوارض مشخصه که خود اون عوارض مشخصه هم باز هم جز مفاهیم ماهوی بودن اونا هم دوباره کلی بودن میرفتیم به سراغ این کالا خود اون مفاهیم چطور جزئی شده است چطور مشخص شدن که حالا او به عنوان مشخص بیاید یه مفهوم دیگر رو جزئی بسازد میفرماید وقتی ما طبق اون مبنا حرکت می کردیم آخرش به رای حل درست نمی رسیدیم نمیدانستیم که چرا یک مفهوم ماهوی به چه دلیلی مشخص باشد خودش جزئی بشود تا بشود او باعث جزئی شدن یک مفهوم دیگر بشود اما بر اساس اون چه که فارابی را داد و آمد و بیان داشت که تشخص به واسطه وجود به وجود می آید خب دیدیم که این مشکل حل شد حالا بر اساس همین بحث اصالت وجود هست که چنانچه در اون مسئله این مطلب را حل کرد در حالی که حسالت ماهیت نمیتوانیست این مسئله را حل بکند میفرماید در مسائل دیگر هم همین بحث وجود داره و حالا اون بحثی که ما مفهوم ماهوی را از اون کلیت میانداختیم جزئیش میکردیم مشخصش میکردیم به واسطه وجود خب وجود توانیست این مشکل را حل بکنند میگه این یه فایده خیلی جزئی هست و خیلی ناچیز هست در مقایسه با اون کارایی که اصالت وجود در بحث‌های دیگر داره و در نتیجه حالا ما اگر بخواهیم فواید این بحث رو مطرح بکنیم خب شاید خود این بحث که فواید نظریه اصالت وجود چی میتواند باشد خودش یه اثر مستقلی میتواند باشد به دلیل اینکه باید مباحث مختلف رو اول مطرح بکنیم خود اون مباحث رو به درستی بیاییم تحلیل کنیم جزیاتش رو باز کنیم بعد هم بیان بکنیم و نقش اصالت وجود رو بخواهیم در اونها بیان بکنیم خب این باید یک کتاب مستقلی مطرح بشود مسائل مختلف در اون طرح بشود تا نقش و فایده نظریه اصالت وجود در اون بازگو بشود که مرحوم استاد بفرماید خب این در توان این کتاب نیست ما اگر بخوایم این کار را انجام بدیم این نیاز هست که خیلی از مباحث پیچیده فلسفی رو بیایم توضیح بدیم تا بعد اون نقطه های حساس را که محل تلاقی هست که ماهیت اونجا چه کارایی دارد اصالت وجود چه کارایی دارد تا بیایم این فایده را بیان میکنیم ما به صورت سربسته و کلی فعلا بیان میکنیم که بحث اصالت وجود میتواند در خیلی از مسائل فلسفی راهگشا باشد و مشکلات رو حل کنه حالا در اینجا فقط از دو نمونه یاد میکنه که اگر بخوایم به صورت مشخص نقش و فایده اصالت وجود رو در مسائل فلسفی بیان بکنیم یکی در بحث علیت مطرح میکند که در اینجا در بحث علیت که وقتی همین وجود هست که تقسیم میشود به وجود علت و وجود معلول دوباره در اونجا این بحث مطرح می شود بر اساس اون حقیقت مشکک که این حقیقت وجود داره و در نتیجه مراتب متعددی که برای بر وجود در نظر می گیرد بیان می کند که ارتباط و نحوه وجود معلول نسبت به وجود علت به چه شکلی هست که بر اساس سالت وجود این ارتباط خیلی به صورت دقیق و شفاف بیان می شود که وجود معلول در اونجا کاملا یک وجود وابسته و عین احتیاج به وجود علت معرفی می شود و در نتیجه همین نظریه سالت وجود و در نتیجه همین نظریه تشکیک وجود و این که هر مرتبه از وجود وقتی در مرتبه بالاتر از خودش قرار نگاه می شود می بینیم این دقیقا وابسته به اون وجود بالاتر هست و این سلسله همچنان ادامه پیدا می کند تا برسد به اون علت العلل طبق اون مبنای مشهور یا برسد به اون تنها علت که خداوند متعال باشد که او فقط یک وجود مستقل بقیه این سلسله مراتب وجود که وجودهای معلولی هستند همه اینها وجودهای ربطی هستند همه اینها وجودی وابسته هستند و همه اینها وجودهای کاملا عین احتیاج هست که این بحث خب در جای خودش حائز اهمیت هست بر اساس همین بحث که مطرح می شود خیلی از مشکلات دیگر قابل حل است که اونجا کاملا مشخص می شود که دیگر جبر را می شود با همین قاعده نفع کرد تفویض را هم بر اساس همین قاعده می خواهیم رد بکنیم در این که توحید افعالی رو ما اثبات میکنیم باز هم بر اساس همین قاعده است به خاطر این که این حقیقت وجود به گونه ترسیم میشود که همه کارها برمیگردد به اون وجود کامل مستقل به ذات و بقیه وجودها هم همه اینها در پرتو همون وجود علت هستند که کارایی خودشون رو نشان میدهد این یکی از فواید این بحث هست که باید بهش توجه کرد و فایده دیگری که بیان می کند در بحث حرکت جوهری اشتدادی و تکاملی هست که خب این بحث هم در جای خودش بیان می شود و توضیح داده می شود که همه جوهر و همه موجودات وقتی همه در حال حرکت هستند و در نتیجه این حرکتشون بالاخره این قوه ها تبدیل می شوند به بلفل و توانایی ها افزایش پیدا می کند و روز به روز این حرکت به سمت حرکت اشتدادی و تکاملی هست خب بر اساس همین بحث سالت وجود این مطلب قابل تبیین و قابل حل است که حالا دیگه وارد این که حرکت جوهری چیه و چطور این حرکت جوهری اشتدادیه یعنی روبه شدت میره رو به تکامل میرود و همیشه حرکت کمالیه هست خب اینا در جای خودش باید بحث میشود فقط در اینجا به عنوان دو تا بحث و دو تا آدرس بیان میکند که فایده این بحث را ما میتوانیم در مسائل مهمی مثل بحث علیت و مثل بحث حرکت جوهری مشاهده بکنیم که انشالله وقتی خود این مباحث مطرح میشود در بحث علیت خب اونجا نقش اصالت وجود را انسان می تواند پیدا بکند حرکت جوهری وقتی بیان می شود باز هم بر اساس این نظر اصالت وجود این حرکت جوهری یک بنای دیگری پیدا می کند بنابراین اون چیزی که باید بهش توجه کرد این است که به این بحث با نگاه خیلی دقیق باید نگاه کرد نگوییم چه فرقی میکند که اصالت وجودی باشیم یا اصالت ماهیتی باشیم نه خیر خیلی فرق میکند بر اساس این یک نظریه ممکن است ما خیلی از مسائل را حل بتوانیم اما بر اساس نظریه دیگری نتوانیم حل کنیم و بر اساس فایده و کارایی که این بحث داره میفرماید نباید این را با سهلنگاری برخورد کنیم و این رو با بیتوجهی پشت سر بگذاریم روی این جهت است که حالا در درس 27 مباحث مختلف مطرح هست که بحث اصالت وجود دیگه از همین درس شروع می شود و طبیعتا در این درس هم مباحث مختلف مطرح هست که اولین بحثی که مطرح می شود بحث ادله اصالت وجود هست که درست است با در تحریر محل نزا این رو بیان کردیم که مفهوم ماهیت و مفهوم وجود وقتی اینها رو در کنار هم می زاریم، یکی رو بر دیگری حمل می کنیم و بعد هم بیان کردیم که حالا واقعیت عینی در ازای کدام یک از این دو مفهوم قرار می گیرد یا واقعیت عینی مثل بذات به ذات کدام یک از این دو قرار می گیرد خب اینجا توضیح دادیم حالا برای این که این مطلب رو به خوبی باز هم برای خودمون و برای دیگران توضیح بدیم و روشن بشود باز با عدلی که در مقام ارائه قابل ارائه است این رو دنبال می کند که در, در بحث عدل سالاتی وجود باز هم به عنوان مقدم این مطلب رو بیان میکند که حالا ما دنبال این هستیم که بفهمیم واقعیت عینی همان است که مفاهیم ماهوی از اونها حکایت میکند یا نه ماهیت ها فقط حدود و قالب های واقعیت های عینی را بیان می کند و واقعیت عینی چیزی دیگر هست و اون واقعیت عینی را فقط مفهوم وجود میتواند بیان بکند خب برای اینکه این مطلب رو بفهمیم و به عبارت دیگر برای اینکه بدانیم که بالاخره ماهیت اصیل هست یا وجود راه های مختلفی وجود دارد یعنی این گونه نیست که ما بیاییم به اصالت وجود ملتزم بشویم و این نظریه رو بپذیریم بدون دلیل یا کسانی هم که اصالت ماهیت رو پذیرفتن اونها همین گونه نیست که بدون دلیل این حرف رو پذیرفته باشن هر کدام اینها برای خودشون دلایلی دارد که بالاخره باید مورد بحث بررسی قرار بگیرد که حالا در اینجا ما هم یک بخشی از این دلایل رو مطرح میکنیم میفرماید که ساده ترین راه برای این که بفهمیم کدام یک از این ماهیت یا وجود اصالت داره ساده راهش این هست که بیاییم درباره خود مفاهیم وجود و ماهیت و مفاد وجود و ماهیت یک کمی تعمل کنیم دقت کنیم همین دو تا مفهوم ماهیت و وجود را باز کنیم یک مقداری به عمق اینها دقت بکنیم شاید این بحث سالت وجود یا ماهیت برای ما روشن بشود و لذاست که میفرماید اگر ما بیاییم به یک مفهوم ماهوی را مثلا انسان را در نظر بگیریم و روی این دقت بکنیم می بینیم که این انسان هرچند بر, مف... بر موجودات خارجی اطلاق می یعنی بر انسان هایی که در خارج وجود داره انسان گفته می شود. همه ما انسان هایی که در خارج هستیم و... و به تک تک ما انسان گفته می شود. و این انسان به عنوان یک مفهوم ماهوی قابل حمل بر اونها هست و این حمل هم در عرف محاوره کاملا یک حمل حقیقی هست و هیچ گونه مجازگویی هم صورت نمیگیرد با و واقعا هم ما به همدیگر میگیم انسان همه به همدیگر میگیم انسان و واقعا هم همین رو اراده میکنیم خب حالا در اینجا وقتی نگاه میکنیم درست است که پس انسان بر موجودات انسانی در خارج گفته میشود خب تا اینجا مشکلی نداره ولی نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که ما دوباره به همین مفهوم انسان وقتی نگاه میکنیم این مفهوم گونه ایه که هم می توانیم بگیم انسان وجود داره و هم می توانیم این وجود را از اون سلب بکنیم بگیم وجود نداره خب سلب وجود از این انسان یا اثبات وجود برای اون هر دو ممکنه و اینکه بیاییم انسان رو از وجود را از انسان سلب بکنیم میگه تغییری در مفاد انسان حاصل نمیشود خب و بر همین اساس هستند که اون ای رو که قبلا هم اشاره کردیم که بیان میکردن که ماهیت من حیث هیه هیه لا موجودتون و لا معدومه خب این ماهیت رو وقتی نگاه میکنیم انسان رو از حیث انسان بودن انسان رو فقط و فقط به خاطر انسان نگاه بکنیم آیا حتما میتوانیم بگیم انسان باید حتما وجود داشته باشد؟ نه انسان میتونه موجود باشد میتونه موجود نباشد و الازاز که الماحیت من حیثه هیه هیه میگه لیست الاهیه فقط ماهیت است نه موجوده و نه معدوم هست و به همین جهت است که هم موضوع برای وجود قرار میگیرد بگیم انسان وجود دارد و هم موضوع قرار میگیرد برای عدم که میگیم انسان وجود ندارد خب حالا وقتی ما انسان رو با این شکل بیان می کنیم پس ماهیت رو میگه به تنهایی اگر نگاه بکنیم کاملا برای ما مشخص می شود که این ماهیت به تنهایی نمیتواند نماینگر واقعیت خارجی باشد چرا به دلیل اینکه اگر ما انسان را با واقعیت خارجی داشتن یکی بدانیم و بگیم انسان یعنی همون واقعیت عینی انسان یعنی همون واقعیت خارجی اگر این معنا را در مورد انسان صحیح بدانیم دیگه نمی شود گفت که اون عدم را هم بر انسان بتونیم حمل بکنیم چرا؟ برای اینکه اگر انسان مساوی باشد با وجود مساوی باشد با واقعیت عینی خب دیگه عدم واقعیت عینی رو قابل حمل بر انسان باید ندانیم در حالی که گفتیم که انسان به ای هست که هم وجود را میپذیرد به عنوان یک محمول هم عدم را میپذیرد هم واقعیت را میپذیرد هم عدم واقعیت را میپذیرد و روی این جهت است که اگر ما آمدیم گفتیم که انسان مساوی هست با واقعیت عینی خب در این صورت دیگه این حمل عدم واقعیت عینی بر انسان باید از قبیل همین اجتماع نقیزین باشد چون گفتیم یک نقیزش اگر مثلا بر انسان به عنوان واقعیت عینی قابل صدق باشد دیگه عدم واقعیت عینی نباید بر انسان قابل صدق باشد و از این که میبینیم عدم واقعیت عینی هم بر انسان قابل صدق هست پس میفهمیم که انسان هم به معنای واقعیت عینی نیست به تعبیر ساده تر بگیم اگر انسان همون وجود باشد خب نباید عدم بر انسان قابل صدق باشد دیگه نمیتوانیم بگیم انسان وجود ندارد چرا؟ چون انسان یعنی وجود هر کجا انسان باشد یعنی باید وجود همراه او باشد و هر کجا وجود باشد عدم دیگه اونجا راه ندارد و از آنجایی که ما میبینیم عدم هم بر انسان قابل صدق هست از اینجا میفهمیم که پس عدم وقتی بر انسان حمل میشود پس انسان به عنوان یک مفهوم ماهوی مصداق به ذاتش وجود نیست مصداق به ذاتش اون واقعیت عینی نیست خب وقتی این گونه بیان کردیم پس معلوم می شود که اون واقعیت عینی که ما دنبالش هستیم که بالاخره مصداق به ذات ماهیت است یا وجود دانستیم که مصداق به ذات ماهیت نمی تواند باشد چرا؟ به دلیل اینکه عدم اون واقعیت عینی هم بر این ماهیت قابل صدق هست این نکته اول هست که این مطلب رو بیان میکنه و شاهد دوم یا به تعبیر دلیل دوم برای این که ماهیت عبارت از اون واقعیت عینی نیست این هست که ما وقتی بیان میکنیم که واقعیت عینی مصداق به ماهیت نیست دلیل ما این هست که برای حکایت از یک واقعیت خارجی حتما باید از یک قضیه استفاده کنیم که اونجا مفهوم وجود را بتوانیم به کار بگیریم و بر این اساس هست که تا زمانی که این وجود را حمل نکنیم خب در واقع ما از تحقق عینی یا از واقعیت عینی سخن نگفته ایم خب حالا وقتی این نکته رو ما بیان میکنیم میگیم اگر ماهیت این اصالت را داشته باشد و حکایت از واقعیت عینی داشته باشد برای اینکه ما از یک واقعیت عینی حکایت بکنیم نیاز به مفهوم وجود نباید باشد چرا چون فرض بر این هست که واقعیت عینی کاملا از همین مفهوم ماهوی به دست می آید یا اون اصالت مال مفهوم ماهوی هست در حالی که تا زمانی که ما از مفهوم وجود استفاده نکنیم اون واقعیت عینی رو نمی توانیم در یک گزاره و قضیه بیان بکنیم خب از اون جایی که بیان واقعیت عینی متوقف است بر مفهومی وجود از اینجا هم پی می بریم که پس اون چیزی که واقعیت عینی مصداق به او هست او وجود است نه ماهیت روی همین نکته است که از مرحوم بهمنیار که صاحب کتاب از تحصیل هست ایشان این نکته رو اونجا بیان میکنه که چگونه وجود دارای حقیقت عینی نباشد در حالی که مفاد آن چیزی جز تحقق عینی نیست یعنی ما حتی در بیان یک مصداق عینی وقتی نیازمند مفهوم وجود هستیم و بدون بیان مفهوم وجود و اینکه بیایم مفهوم وجود را به عنوان محمول قضیه تا بیان نکرده ایم اون قضیه حکایت از واقعیت عینی نمی کند خب از اینجا کاملا مشخص می شود که بالاخره اون مفهومی که واقعیت عینی ما به ازای اون قرار می گرد، اون مفهومی وجود هست نه مفهوم ماهیت خب حالا در اینجا ممکن است دلایل برای اصالت ماهیت هم وجود داشته باشد و وارد دلایل اونها اگر بخوایم بشویم و بعد دلایل اونها رو هم مورد نقص و نقد قرار بدیم یک مقدار بحث به طول می انجامد به همین جهت دیگه وارد اون دلایلی که سالت ماهوی دارن و طرفداران سالت ماهیت ارائه کرده وارد اونها نمی شویم و فعلا به همین دو تا دلیلی که برای سالت وجود ارائه شد اکتفا میکنیم و از این دو تا دلیل کاملا به دست آمد که بهترین دلایلی که می شود برای تبیین این مطلب ارائه داد همین نگاه به مفاد و دقت در خود همین دو واژه وجود و ماهیت هست که از خود این به اصطلاح دقت در مفاهیم کاملا میفهمیم که وقتی به مفهوم انسان به عنوان یک مفهوم ماهوی نگاه میکنیم میبینیم که بر این مفهوم ماهوی هم وجود قابل حمل است هم عدم قابل حمله خب وقتی عدم بر او قابل حمل است پس میفهمیم که این مفهوم نمیتواند ما به ازای واقعیت عینی باشد که اگر ما به ازای واقعیت عینی باشد دیگه عدم نباید بر او حمل بشود این یک نکته و نکته دوم هم که بیان شد این هست که وقتی ما در یک قضیه مفهوم ماهوی رو داریم و اگر مفهوم وجود را نداشته باشیم این مفهوم ماهوی حالا چندین مفهوم ماهوی هم با هم کنار هم قرار بگیرد باز هم بیان از واقعیت عینی نمیتواند بکند زمان این واقعیت عینی را میتواند بیان بکند که ما مفهوم وجود را زمیمه بکنیم محمول قرار بدیم بر این مفهوم ماهوی در اون صورت است که این وجود میآید از واقعیت عینی خبر میدهد حالا وقتی وضعیت مفهوم ماهوی این باشد و وضعیت مفهوم وجود هم این گونه باشد که تا اون نباشد واقعیت عینی اصلا مطرح نشود کاملا مشخص می شود که پس اون چیزی که واقعا مصداق بذات واقعیت عینی مصداق به یک از این دو هست حتما مصداق به وجود هست نماهیت حالا انشاءالله در ادامه دلایل دیگر هم مطرح هست که اونا رو هم مطرح میکنیم تا این مطلب کاملا برای ما به خوبی واضح و روشن بشود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وال محمد